مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. تعطیلاتی که پیش آمد عمدتاً بر درس مثنوی تحمیل شد. امیدوارم که مولانا از دست ما خشمگین نشده باشه. خشم خود را من و ما، خشم تو بس سنگ دل است، فیضت و سنگ شده لعل بدخشان. تو مرو. باری فرصت رو مغتنم می شماریم و دروس رو ادامه می دهیم. در چند نوبت پیشین قبل از اینکه بحث های ما به تعویق و تأخیر بیفتد، به این بیت رسیده بودیم که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. روح و بدن متحدند و هیچ کدام از دیگری پوشیده نیستند، دست در دست یکدیگر دارند و با اتحاد زندگی و بقای آدمی رو تأمین می کنند. اما به تعبیر مولانا، کس را دید جان دستور نیست، به ما اجازه ندادند و قدرت ندادند که در جان مستقیما نظر کنیم. ما از طریق بدن و تن خودمون رو میشناسیم و روحمون رو میشناسیم. انسان‌های جانشناس به قول مولانا کمند، جان شو و از راه جان جان را شناس. ما بیشتر تن شناسیم، هم خودمون رو از روی تنمون میشناسیم، هم دیگران رو از روی تنشون میشناسیم. و این غفلت نیست و غفلتی است. و اگر آدمی فراتر از بدن خود برود و بدن رو فرع جان بگیرد، اونگاه به جان خود بیشتر خواهد پرداخت و بدن رو اونچنان که جان اقتضا می کند تربیت خواهد کرد. به قول سعدی، همی میردت عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. یعنی می گفتند که جان آدمی در حکم عیساست، عیسی که بر خر سوار می شد، و بدن در حکم مرکب اوست. ما به این مرکب می دهیم تا بخورد و فربه بشود، اما عیسی از فرط لاغری در حال مرگ است، در حال مردن است. و درستم هست، یعنی ما به خودمون برسیم و بیاندیشیم تصدیق میکنیم این دکتر. اما فعلا جای این اندرزهای نیکوی اخلاقی نیست. و مولانا پیش از این که نظر اخلاقی در این ابیات داشته باشه، نظر انتولوژیک یعنی وجود شناسانه دارد. میگوید که در عالم واقع و در نسبتی که بین موجودات هست و دو موجود مهم، دو جوهر مهم، یکی تن و دیگری جان، این نسبت یک نسبت واقعی است و یکی به دیگری کمک می کند و اصل اون آن است که نمی بینیمش، و این یکی که فناپذیر است فرع است. اما با کمال تأسف ما جای اینها رو با یکدیگر عوضی گرفتیم. خب ادامه میدیم، ابیات بعدی رو میخوانیم تا به نقطه های بعدی برسیم و بلکه سرعت خودمون رو هم در شرح مثنوی بیشتر کنیم تا انشالله به نقطه های بزرگی و فاخری که مولانا در دفتر اول آورده است زودتر برسیم. با این سرعتی که ما داریم از مولانا هم عقبیم. ایشون اگر ظرف 2 سال این دفتر اول رو سرود، فکر میکنم ما ظرف 5 سال و 10 سال هم نمیرسیم اون رو شرح کنیم. ناراضی نیست مولانا، اما خود ما هم باید از کارمون راضی باشیم. باری آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است که اندر نی فتاد، روشش عشق است که اندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید، همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست.
در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید والسلام. اینجا پایان 18 بیتی است که گفتند مولانا نخست سروده بود و با خود داشت و به صورت برگی در عمامه خود نهاده بود. و وقتی که حسام الدین به او پیشنهاد کرد که مثنوی به سرایت تا مثل کتاب الهی نامه عطار متنی برای قرائت در حلقه صوفیان بشود، مولانا در جواب حسام الدین گفت که من هم در این فکر بودم و این 18 بیت رو بر سبیل مقدمه سرودم و آنگاه قافله فکر مولانا به راه افتاد و بقیه مثنوی رو سرود. اون 18 بیت در همین جا خاتمه می‌یابد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. بودند شارحان مثنوی که گفتند که تقریبا تمام مثنوی شرح همین 18 بیت است. این سخن متکلفانه است، مگر به تکلف چنین بگوییم. اما حقیقت این است که نکته های خیلی اصیل و اساسی در همین 18 بیت آمده است. من هم که قدری تطویل و اطاله در شرح اون دادم، برای همین بود که تا میتوانیم به نکات کلیدی دست بیابیم که در خواندن بقیه مثنوی ما رو یاری کند و حاجت به این که در هر مقطعی نکته فرعی رو بکاویم و شرح کنیم نداشته باشیم.